سلام و درود بر همه شما عزیزانی که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین. من محمد رضا هستم، طراح گرافیک از گروه تبلیغاتی MHA. این اولین ویدئویی است که تو این شبکه قرار میگیره و هدف این شبکه آموزش تمامی تجربه های من در زمینه هنر هستش. برای شروع من برنامه کورل درو در نظر گرفتم. میدونم خیلی از دوستان و همکاران عزیز من در گذشته خیلی قویتر و بهتر نمونه های مثل ویدئوی من رو منتشر کردن، اما قصد من آموزش کامل برنامه کورل درو از ابتدا تا اونجایی که در توانم هست و کار کردم هستش. امیدوارم از این ویدئوها خوشتون بیاد و توضیحات من برایتون کامل باشه. این شبکه فقط مخصوص برنامه کورل درو نیست و موضوعات مختلف دیگه‌ای هم در آینده نچندان دور بهش اضافه میشه. پیشنهادات و نظرهای خود رو با من در میون بگذارین تا من بتونم مطابق با سلیقه شما کار کنم. با تشکر. خب بریم سراغ اصل مطلب. شما وقتی برنامه کورل درو X6 رو برای اولین بار روی سیستمتون نصب می‌کنی و بازش می‌کنی، این تصویر روبروی شما باز خواهد شد که از گزینه‌های مختلفی تشکیل شده که ما فعلا با گزینه کویک استارت کار داریم و روش کلیک می‌کنیم. پس از کلیک کردن روی این گزینه، چندین گزینه برای شما مشخص میشه که ما روی گزینه نیو بلانک داکیومنت کلیک خواهیم کرد. همونجور که مشاهده میکنین گزینه‌های متفاوتی رو برای شما اینجا نمایش داده شده، از اسم و سایز و عرض و ارتفاع گرفته تا تعداد صفحات. به عنوان مثال ما اینجا یک اسمی رو برای پروژه‌ای که قرار روش کار بکنیم و روش طراحی بکنیم انتخاب خواهیم کرد. پس از اینکه اسم پروژه‌تون رو انتخاب کردین، کمی پایین‌تر با گزینه سایز مواجه میشین. همونطور که میبینین سایزهای استاندارد و از پیش تعیین شده اینجا قرار داره که با توجه به نوع پروژه‌ای که شما دارین روش کار میکنین و قرار از اون پروژه پرینت بگیرین و یا چاپش بکنین، باید اینجا یک سایز دلخواه خودتون رو انتخاب بکنین. خب ما فعلا در حال حاضر سایز A4 رو انتخاب میکنیم برای کارمون. بعد از این میرسیم به واحدهای اندازه‌گیری. واحدهای اندازه‌گیری از پیش تعیین شده هم اینجا قرار داره که از اینچ و میلیمتر و پیکسل و فیت و یارد و مایل و خیلی چیزهای دیگه اینجا وجود داره که شما بازم با توجه به اون پروژه‌ای که دارین روش کار میکنین یک واحد اندازه‌گیری رو انتخاب میکنین. در حال حاضر ما واحد میلیمتر رو انتخاب میکنیم که همونجور که میبینین واحد میلیمتر عرض کاغذ A4 210 و ارتفاع اون 297 هستش. پس از این گزینه ما گزینه عرض و ارتفاع رو میبینیم که در صورتی که شما یک سایزی رو در ذهنتون دارین و میخواین طراحی بکنین اما در بین این سایزهای استاندارد از پیش تعیین شده وجود نداره، در این صورت شما یک سایز دلخواهتون رو با توجه به عرض و ارتفاع تایپ میکنین و پس از زدن کلید اینتر یا اوکی براتون اون اندازه و اون سایز باز خواهد شد. پس از این دوتا شکل عمودی و افقی شما اینجا میبینین که با توجه به این اگر روی افقی کلیک بکنین کاغذ A4ی که ما انتخاب کردیم به صورت افقی برای ما ظاهر میشه و اگر روی عمودی کلیک بکنیم کاغذ A4مون به صورت عمودی برای ما نشون داده میشه پس از زدن این کلید اوکی. بعد از اونم تعداد صفحاتی که ما روی این پروژه میخوایم کار بکنیم برای ما نمایش داده شده، از یک صفحه که حداقل تعداد صفحاتمون هست تا تعدادهای بالا که ما در حال حاضر فعلا باشون کاری نداریم و با همون یک صفحه کار داریم. گزینه‌های دیگه هم اینجا قابل مشاهده هستش، اما فعلا در قسمت این قسمت و در ویدئوی اولی که من دارم میذارم توی یوتیوب نیازی نیستش که ما با اینا کاری داشته باشیم و در حال حاضر فعلا با همین تنظیماتی که انجام دادیم کارو ادامه میبریم. خب همونطور که مشاهده میکنین کاغذ A4ی که انتخاب کرده بودین در حال حاضر برای ما نمایش داده شده، اما قبل از اینکه هر کاری بخوایم با این کاغذ بکنیم، طراحی روش انجام بدیم، جابجایی روش انجام بدیم، بهتره که با محیط برنامه به صورت مختصر و جزئی آشنا بشیم. همونطور که میبینید سمت راست برنامه‌مون رنگ‌های پایه و استانداردی تعبیه شده که برای رنگ‌آمیزی پروژه و یا طراحی‌های جداگانه‌ای که می‌خوایم رو پروژه انجام بدیم از این رنگ‌ها میتونیم انتخاب بکنیم. در قسمت چپ برنامه‌مون ابزارهایی که ما می‌خوایم کار بکنیم باهاش روی پروژه‌مون نمایش داده شده که به صورت جداگانه هر کدوم از این ابزارها رو ما در ویدیوهای بعدی روش بحث می‌کنیم و آموزش‌های لازم بهشون داده خواهد شد. و در بالا هم همونطور که در اول برنامه مشاهده کردین سایزها، افقی و عمودی بودنش، واحدهای اندازه‌گیریمون و خیلی چیزهای دیگه نمایش داده شده که در حال حاضر ما با اینها کاری نداریم. یه خطکشی رو این بالا شما مشاهده میکنین که به صورت میلیمتر برای ما سایز تعبیه کرده و به صورت این عرض ما هستش و این برم که ارتفاع ما هستش و به صورت میلیمتره. اما اگه به طور مثال شما واحدتون رو اینچ انتخاب کرده بودین، این خطکش تغییر میکرد و برای شما به عنوان واحد اینچ براتون نشون داده میشدش.
این بود از یک سری اطلاعات پایه و آسان برای شروع کار با برنامه کوردرو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و نظرات خودتون رو برای من در جهت بهبود روزافزون این شبکه بنویسین. ممنونم از شما و در ویدیوهای بعدی شما دوستان عزیز رو خواهم دید. با تشکر.